سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. یک جنگ تمام عیار این روزها در منطقه ما در جریان هست بین کسانی که از آنها به عنوان محور مقاومت یاد میکنند و رژیم صهیونیستی و آمریکا. علتش چیه؟ علتش داستانهایی هست که حدود 100 روزه در این منطقه در جریان، البته بیش از 100 روزه، باید بگم بیش از 100 روزه در این منطقه در جریان است و بچه‌کشی که در غزه داره اتفاق میفته. در این مسیری که تا اینجا جلو آمده ایم، زد و خوردهای اتفاق افتاده. افرادی از سوی گروهک تروریستی اسرائیل از چهره‌های نظامی محور مقاومت به شهادت رسیدن. در طرف مقابل ایران هفته گذشته یک عملیات خیلی پرسر و صدا و پربحث از این جهت که افکار عمومی پیرامونش ابهاماتی داره، سوالاتی داره، بخشی از این سوالات هرگز حل نشده، هنوز براشون دو تا چهار تاهایی هست که براش پاسخ میخوان. از این جهت دارم میگم پربحث. ایران عملیاتی رو انجام داده که این عملیات تیر و ترکش های خاص خود را داشته و هر چه جلوتر میرویم میزان دقیق بودن آن، به ویژه در خصوص آن چیزی که در اقلیم کردستان رخ داده، برای همه داره عیان میشه. حالا مسئله پاکستان و مسئله سوریه رو و تلفاتی که به تکفیری ها وارد شده که بخشی از فیلماشو دیروز با هم بررسی کردیم، در جای دیگری مفصل بهش خواهیم پرداخت. به طور خلاصه یه نکته خدمت شما عرض کنم و اون نکته این که یه سری عکس و فیلم خیلی خاص از حضور موساد در اقلیم کردستان روی خروجی رسانه ها رفته که حالا میخوایم با هم بررسی کنیم، البته رسانه های عراقی. منتها قبلش میخوایم بریم یه سر در یک رسانه و بخشی از صحبت های مسئول میز عراق در رژیم صهیونیستی رو با هم ببینیم. داره صحبت میکنه در خصوص همین اقلیم کردستان، نکاتی در این برنامه مطرح میشه که قابل تعمله. ببینیم، برگردیم، نکاتی دارم مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. ما في الاستوديو السيد العزر تفري رئيس شعبة الموساد سابقا في إيران لبنان وكردستان العراق، مرحبا بك. ربما التقرير الذي أشارت إليه الفاينانشال تايمز هو الذي يثير نوع من التعجب، بدنا نقول بأن إسرائيل، بأن 75% من النفط في إسرائيل مستورد من العراق خاصة من الأكراد، هل برأيك هذا التقرير صحيح؟ إذا صحيح هذا شيء طبيعي. طبيعي؟ لماذا طبيعي؟ طبيعي لأنه لعدة أسباب. أولا البقرة بدها تعطي حليب والعجل بده يرضع، صحيح. وثانيا في منذ سنوات كثيرة في قصة حب بين الشعب الإسرائيلي والشعب الكردي، فهذا شيء طبيعي وأنا مسرور جدا إذا مزبوط. خیلی خوب، بخش از این صحبت‌ها رو شنیدیم. میگه که نماینده سابق موساد مستقر در کردستان، مسئول میز ایران، لبنان و کردستان عراق، خیلی خوش آمدید. ببخشید، مگه اینا نماینده دارن در داخل اقلیم کردستان؟ ما با مقامات اقلیم که صحبت میکنیم برمیگردن میگن آقا توی جلسه میگن که اینا در اقلیم نماینده‌ای ندارن، موساد هم در اقلیم حضور نداره، شما مگه دیدید بزنید؟ یعنی چی شما مگه دیدید بزنید؟ یعنی من برگردم تهران اگه به من گفتن خروجی جلسه با مقامات اقلیم چی شد، بگم اقلیم به من گفته که ما در سرزمین خودمان موساد نداریم و اگر تو دیدی بزن؟ خب الان اینو برم مخابره بکنم؟ این دستور خودت، تا خودت توی جلسه گفتی به حرف خودت عمل کردم بعدش هر چیزی انجام داده باشم. بله، اینجا این چیزی که داریم میبینیم و اصلا نوع معرفی کسی که به داخل استودیو آمده، به وضوح داره فریاد میزنه که اینها در اقلیم کردستان حضور دارن. مشکل کجا هست؟ شما در هر نقطه از دنیا میتونی باشی، در اطراف مرزهای من وقتی حضور پیدا میکنی، کمی بعدتر هر کجا آشوبی در سرزمین من اتفاق میفته، من نگاه میکنم میبینم از جان بولتونش میاد توی بی بی سی برمیگرده میگه داریم اونهایی که در اقلیم کردستان هستن رو مسلح میکنیم، به زودی وارد میشن. به وضوح اینو گفت که مجری بی بی سی مونده بود چجوری جمعش بکنه. سعی کرد بره سوال بپرسه در خصوص اتفاقات داخلی آمریکا. آقا یه سری انتخابات در نزدیکه، شما نظر در اون انتخابات چیه؟ خب این بازی در اقلیم شروع شده است، در جاهای دیگر داره پیگیری میشه. ایران نمیتونه این رو تحمل بکنه، ایران نمیتواند این رو تحمل بکنه. ادامهش رو ببینیم. اشاره میکنه، میگه که گزارش روزنامه فاینانشال تایمز باعث تعجب همه شده که این گزارش میگه 75% نفت وارداتی اسرائیل از عراق، مخصوصا کردستان. آیا چنین گزارشی درست است؟ تو عراق نشسته، بخشی از زمین‌های کردستان عراق رو به ویژه مثلا زیارتگاه‌های مربوط به بعضی از پیامبران رو اینا رفتن رایزنی کردن، با واسطه خریدن.
دقیقا مثل داستان هایی که در فلسطین اتفاق افتاده. در کنار همه اینها اقدام داره علیه همسایه ها انجام میده، همسایه ها رو از ترکیه تا دیگران داره وادار میکنه که تنش داشته باشن با کشور عراق، نفتشون هم داره میده به رژیم صهیونیستی، مجازات هم میشود، فریاد میزنه دولت مرکزی کجا هستی، چرا نمیای به ما کمک میکنی. 75% نفتشو داره میگه که داره از اینجا تامین میکنه. بریم ادامهشو ببینیم. میگه اگر چنین گزارشی درست باشه، چنین کاری خیلی طبیعی است. چرا چنین چیزی طبیعی است؟ به این دلیل که این گاو شیرده میخواهد شیر دهد و گوساله هم باید شیر بخورد. دلیل دوم، اصلا یعنی اقلیم کردستان رو مقایسه کرد به گاو شیرده، رژیمی که داره خریداری میکنه رو مقایسه کرد به کسی که میخواد ازش شیر بگیره. گفت دلیل دوم، از سالهای گذشته بین دولت اسرائیل و دولت کرد رابطه عاشقانه وجود دارد. ادامهش رو اجازه بدید با هم ببینیم. مسرور جدا اذا مضبوط انه بنفس الوقت في مصلحه للناحيتين، هم يبيعوا ونحن نشتري، وهذا شيء مساعد جدا لكردستان عراق وطبعا للبيشميرغا بالاهتمامات اللي هم بحاجة إلا. وماذا وما هي وجهة نظر الكردي عن إسرائيل؟ كيف يفكر الكردي عن إسرائيل؟ في قصة حب من الناحيتين خلال 10 سنوات من 65 ل 67 كانت بعثة مستمرة للموساد في كردستان، مؤلفة من رجال موساد، من مستشارين عسكريين، من مدربين عسكريين، ومن مستشفى ميداني. خیلی خب، بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. بله، در ادامه به این اشاره میکنه، میگه این اتفاقی که داره رخ میده بسیار طبیعی، اگر چنین چیزی رخ داده باشد من خیلی خوشحالم. میگه اگه این عددی که تو میگی درست باشه، چون برای هر دو طرف مصلحت است، آنها میفروشن ما میخریم. این کار کمک خوبی برای کردستان عراق و پیشمرگه است و نیاز آنها رو برطرف میکند. مجری میپرسه، میگه رابطه شما و اقلیم کردستان چجوریه و شهروندان؟ میگه رابطه بین هر دو طرف قصه عاشقانه است. طی ده سال از 1965 موساد همیشه نمایندگانی به کردستان میفرستاده. هیئتی متشکل از افسران موساد، مستشاران، مربیان نظامی، بیمارستان مستقر کرده و آنجا فعالیت میکنه. این بخشی از آن چیزی هست که در اقلیم کردستان داره اتفاق میفته. برای همه اونهایی که براشون تجاوره که چرا اقلیم در این مدت به یکی از سوژه های هدف ایران تبدیل شده، هر چند وقت یه بار درش داره عملیاتی انجام میده. عقبه پشتیبانی تونجاست. عقبه پشتیبانی که از داخل مرز ایران عضوگیری میکنه، بعد اومد یاداوری کرد با آنهایی که در پاکستان هستن و آنهایی که در باکو هستن که به من نگاه کن، الگوی من رو دیدی، چه الگوی موفقی هم، شما هم همین کار رو بکنید، شما هم شروع بکنید این بازی رو. نه، این عقبه‌ای که در اقلیم کردستان بازی خودش رو پیش میبره، ایران به شیوه خودش آن را به شکلی زیر ضربه خواهد برد که موساد وزن این بازی رو بفهمه و آنهایی که هستن هزینه همکاری کردن، هزینه بازی کردن با رژیم صهیونیستی دستشون بیاد. اجازه بدید من تصاویری رو برای شما پخش بکنم. این تصاویری که می‌خوایم با هم ببینیم در رسانه‌های عراقی در حال پخش شدن به شدت بازتاب داشته. عکس اول رو دارید روی صحبت‌های من مشاهده می‌کنید. یک افسر موساد هست در کنار فردی نشسته که این فرد یزدان پناه از سرکردگان گروهک‌های تروریستی علیه ایرانه. این یزدان پناهی که داریم ازش صحبت می‌کنیم مثل همین عبدالله مهتدی و امثال اینها از عناصر تروریست تجزیه طلبی که داره علیه ایران کار میکنه. آقا ما اصلا میگیم موساد حتی توی اقلیم رفت آمد داره، کنار تجزیه طلبای ما چی کار میکنه؟ کنار گروه های خرابکار چی کار میکنه؟ آیا اقلیم از اینها خبر نداره؟ وقتی طرف با لباس نظامی نشسته، این هم یک افسر موساد هست، در کنار هم دیگه حضور دارن، داره چی کار میکنه؟ داره براش داستان تعریف میکنه؟ داره براش جوک میگه؟ یا داره براش تحریزیه عملیات انجام میده؟ این تحریزیه عملیات علیه چه کسانیه؟ چند تا دختر کرد داشتیم در اقلیم کردستان، بردن اینها رو فریب دادن، در کوها ازشون سوء استفاده کردن، از وضعیتشون استفاده کردن. از پسرهای ما برای چند نفر این اتفاق افتاده؟ جوانهای ما رو تو کدوم مسیر بردن؟ کیا برداشتن این کارو میکنن؟ آیا بگیم عده ابله در اقلیم کردستان این بازی رو شروع کردن؟ نه، موساد باشه قضیه است. اقلیم چرا اعتراضی نمیکنه؟ اقلیم بدش نمیاد تیکه‌ای از ایران جدا بشه، تیکه‌ای از جای دیگر جدا بشه، اینها بشینن حالا تو سر کله همدیگه بزنن برای یک جغرافیای جدید، از این داستان بدش نمیاد. به خاطر همین هست که در کنار همه بدیهیات آقایان خودشان را میزنن به نفهمی
بعد تو جلسه با ایران هم تو روی ایران نگاه میکنن میگن اینجا وجود نداره، اگه دیدی بزن. بعدم که ایران انجام میده بر اساس دستور خودشون بهشون برمیخوره. بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم. عکسای خاص در این خصوص خیلی زیاده. تاثیر بعدی رو دارید مشاهده میکنید از یک افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان. این عکس از جمله عکسایی که از دیروز به شدت مورد توجه قرار گرفته. من در کانال برای شما تصویر رو پخش کردم. عضو موساد رو دارید مشاهده میکنید. پشت سرش یه سری عکس داره دیده میشه که این داره به عکسا نگاه میکنه. خب بخشی از عکسایی که داریم میبینیم مقامات مقاومتن. خیلی چیز عجیبی نیست. منتها اون قسمت بالا عکس سومی که داریم مشاهده میکنیم عکس حمید نوریه. این حمید نوری که سازمان منافقینی ها گفتن آقا ما نمیدونم شکایت داریم فلان، ما لشکر فارسی زبان صدام بودیم، حمید نوری برداشته ما رو دهه 60 اعدام کرد. داداش اگه تو لشکر فارسی زبان صدام بودی ما باید حمید نوری رو پیدا بکنیم، اگه تو رو اعدام کرده دستش رو ببوسی. تو چرا به عنوان اتهام داری اینو مطرح میکنی؟ اگه همچین کاری کرده باشه علیه توی صدامی که ما باید دستش رو ببوسیم. من سوالم الان اینه، این عکس و این فردی که الان در سوئد در زندانه پشت سر افسر موساد عکس شکار میکنه، اصلا داستان این عکس ها چیه؟ مگه تو اقلیم کردستان نرفتی کمکشون بکنی؟ افسران تو در اقلیم کردستان رفتن به اینها کمک بکنن یا رفتن با اینها کار مشترک علیه ایران انجام بدن؟ این عکس ها چیز دیگه ای داره میگه. این عکس ها رو هر چی بیشتر ما نگاه میکنیم احساس میکنیم موشکی که به سمت اقلیم شلیک شد کاملا درست شلیک شده. من درباره پاکستانش و جاهای دیگه صحبت نمیکنم که بعدش دیگه فیلم های عملیاتو در اومد 50 تا 50 تا و 60 تا 60 تا تو این میدون تیرها داشتن آموزش میدیدن بیان به سمت مرزهای ایران که اون اتفاق ها افتاد. اجازه بدید عکس ها رو با هم ببینیم. بله در تصاویری که دارید مشاهده میکنید گریم بازیگران در عکس در نقش حاج احمد متوسلیان داره دیده میشه، عکس محسن رضایی داره دیده میشه، تصویر عماد مغنیه داره دیده میشه، چهار دیپلمات ایرانی که به اسارت رفتن تصویرشون داره دیده میشه، عکس رهبر ایران در این تصاویر هست. اجازه بدید تصاویر بعدی رو با هم ببینیم. بله در عکس بعدی که داریم مشاهده میکنیم بخشی از چهره ها مثل هوگو چاوز داره دیده میشه و سمت چپ این عکس بشار اسد توی این تصاویر داره دیده میشه و چهره های دیگری که میتونم بهش اشاره بکنم همچنان عکس رهبر ایران آیت الله سیستانی و از چهره های سابق در دوره پهلوی عکسایی رو گذاشته، از اسرای رژیم صهیونیستی که در غزه به اسارت در اومدن عکسایی هست، عکس محسن رضایی با فرزندش دوباره اینجا داره استفاده میشه، عکس دیگری هست، این عکس مبهمه، من فعلا نمیتونم دربارش اظهار نظر بکنم، بعدا مفصل بهش خواهیم پرداخت. و همچنین مقامات مقاومت و روی بعضی از تصاویر هم ضربدرهای کشیده شده. من سوالم اینه، یک نفری از موساد اومده در اقلیم کردستان، تو اصلا میخوای بگی که ایران به تو هیچ ربطی نداره؟ اوکی من میفهمم، اصلا به من هیچ ربطی نداره. اینم که اومده تو یه جلسه نشسته، این طرفش یزدان پناه بوده، این طرفش عضو نیروهای مسلح اقلیم کردستان بوده، تو عضو نیروهای مسلح خودتو نمیپذیری، یزدان پناه هم نمیدونی که بوده؟ باز اینا رو من کاری ندارم. این عکس پشت سر این داره چیکار میکنه؟ موضوع ایرانه، پروژهش پروژه ایرانه، اصلا اقلیم کردستان جایی از بازی تعریف نمیشه، اقلیم کردستان بستری است برای اینکه علیه ایران اینجا اقدامی بکنن. و من فکر میکنم که تازه آغاز ماجراست. ما باید صبور باشیم، رژیم در شرایطی که زیر ضربه رفته است، در شرایطی که در بدترین موقعیت قرار گرفته، در شرایطی که کاری جز پنجه کشیدن در کشورهای اطراف اقدام علیه نیروهای مقاومت ایران، دست و پا زدن به جهت گسترش پیدا کردن این صحنه نبرد جز اینها کاری نداره، اما در جای خوبی گیر افتاده، در جای خوبی گیر افتاده. این تصاویر نشان میدهد که توجه ایران و تمرکز ایران به شکل ویژه تری بر بسترهایی که در این چند روز زیر ضربه رفتن باید باشد. من طولانی ترش نمی کنم، اگر شما نکته ای داشتین در قالب کامنت برای من بفرستین حتما پاسخ میدم، یا برای ایران 14313 پل ارتباطی بنده با شما بفرستید که مفصل بهش بپردازیم. و اگر موافق باشید یک نمونه از پیام ها رو با هم ببینیم، پیامی که فکر میکنم بسیار بسیار مهم و قابل توجه می باشد. ببینیم پیام رو. درود و سلام آقای تحلیلگر، در یکی از برنامه‌ای که نام شخص از یاد رفته برای تان پیام گذاشته بود که زیر تاثیر
رسانه های غربی رفته بود اکنون خود را آزاد ساخته. اکنون تماما جوانان افغانستان ایران زیر تاثیر رسانه های غربی هستند. اینا باید خود را نجات بدهند. این جوانان هستند که در اینترنت نیروی امریکا را بیشتر میسازند، نیروی غرب را بیشتر میسازند، زیرا که خود نمیشناسند، نمیشناسند که از خود چیگونه، نمیدانند که از خود چیگونه دفاع کنند از خاک خود، چرا که نه خود میشناسند، نه داشته های خود، نه فرهنگ خود، نه دوست و نه دشمن خود، نه تاریخ، تاریخ ماریخ کس نمیشناسه. صرف میدانند که باید به نام فارسی، به نام این و ایران و به نام این و اون و آن بهانه هایی که غرب میسازه اونا آواز بلند کنند. اینا باید برن تاریخ بدانند، باید درباره جاسوس بدانند که جاسوس چی را میگه، خرابکار چی را میگه، پست و فرومایه کی را میگه، کسانی که دورنگ هستند، کسانی که زیر چادر اسلام آمدن، یا در هر گوشه و کنار که میبینی از بیسوادی مردم و دشمن استفاده میگیره میکنه و مردم ما را به جان هم میخیزونه. امریکا هیچگاه نمیتونه با کس روبرو شوه، روبرو تنها خودش بجنگه. اصلا زوری نداره امریکا که با کس بجنگه، با فیلم های خود جوانان فریب داده. ما افغان هستم، در جنگ جلال آباد ناتو، عرب، پاکستان و تمام اوباش های افغانستان به نام مجاهدین با امریکا یک جای بر ضد ما جنگیدن، ما در جلال آباد همیشونه شکست دادیم. و میگونه در یمن، چون کشور یمن مردم میهن پرست دارن، بزرگان دانشمند دارن، مردم خود درست نگاه میکنن، خیانت نمیکنن، برای وطن خود خدمت میکنن. از برای عزیزه که زور امریکا برش نمیرسه. در هر کشور که فرومایه زیاد باشه امریکا در اونجا دزدروزی میکنه، میتونه که دزدروزی کنه. و اینه بی که در افغانستان خون میریزونه، چرا که مردم ما نادان هستن، فریب میخورن به نام اسلام، به نام دین، به نام پیغمبر، به نام قوم، زبان، سمت، همه یکی دیگه خود دشنام داده روان هستن و کشته روان هستن و دشمن شاد میسوزن. اصلا جوانان ما حوصله ندارن که با یکی دیگه نیک سخن بگوین. اصلا جوانان ما تاریخ خود نمیدونن، گپ میزنن از شاهنامه و از فارسی، اما هیچ نمیدونن که شاهنامه جنگ چیز، افتخار چیز، در شاهنامه چی نوشته شده. خود تماما جنگان ما با اروپایان بوده. باید مردم خود بشناسن، مردم به نام انسانیت فریب امریکا رو میخورن، به نام دین، به نام قوم، به نام زبان، به نام سمت. بر هر هیچ جوانان ما اصلا نمیدونن که سیاست ما نامیت دسیسه، سیاست ما نامیت چال و نیرنگ و فریب. باید مردم بیدار شوند. این که امریکا در میخواد که با یمن تجاوز کنه و اتحادیه جور میکنه که همبستگی کنه مردم با او بیاین، این همه از ضعف امریکاست، چرا که امریکا با هیچ کس جنگیده نمیتونه، زور نداره. هر کشوری که فرومایه داشت مانند اوکراین، افغانستان، باز امریکا سر از اونها فیلم پوری میکنه. اکنون در اوکراین فرومایه زیاد دارن، امریکا او رو به دست آورده، یک سر سلام میفروشه، خون کشور از اوکراین خراب میشه، خون جوانان اوکراینی، اقتصاد روز ضعیف میشه و اقتصاد امریکا قوی میشه. جنگ یک تجارت از بر امریکا، جوانان ما باید بیدار شوند. یک جهان سپاس از این برنامه که میسازی، یگانه برنامه که من در یوتیوب میبینم، برنامه خودت از، زیرا که میهن پرستانه سخن میگی و سخن سیاست میدونی که چگونه باید تو سخن بگی که جوانان بیدار شوند. همیشه کامیاب سربلند باشی. خدا امرت. سلام و عرض ادب، خیلی مخلصم، استفاده کردم از جملات و نکات بسیار ارزشمندی که مطرح کردین. خیلی تشکر میکنم از بابت نکاتی که یک به یکش قابل تأمل است، یک به یکش جای فکر کردن دارد، جای تأمل کردن دارد. و من یک جمله رو از صحبتهای شما برمیگیرم، تکرار میکنم، و اون جمله هم این است که باید بیدار بشیم، باید بیدار، همه ملت هایی که در این منطقه هستن، ما باید بیدار بشیم. ما خیلی وقت نداریم. چقدر میخوایم عمر بکنیم؟ چند سال میخواییم؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال؟ خیلی کمه، خیلی کمه، در خصوص در مقایسه با مسیری که آمده ایم تا امروز و این ساختمونی که ساختیم، این خیلی کمه. ما باید بیدار بشیم و بتوانیم دیگران را بیدار کنیم. نکته دیگه ای ندارم. اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای اون بفرستیم. بازم تاکید میکنم رفقایی که کامنت میگذارن، من وظیفه خودم میدونم تک تک کامنت ها رو بخونم و بخشش رو پاسخ بدم. حتما برای من پیام بفرستین، چون پیام های ارزشمند، کامنت های ارزشمند شما هم قطعا سازنده هست و به همین اندازه به برنامه ما کمک میکنه. اگر نکته ای بود در قالب پیام برای ما ارسال بکنید، حتما باز یادآوری میکنم. و یک نکته مهم رفقا، ما در هفته تبلیغات هستیم. خواهشم از دوستان این هست، این جملات کلیشه‌ای نباشه، تعجب‌آورم نباشه. میتونستیم اصلا کلا مطرحش نکنیم، خیلی شیک بیایم بشیم جلوی دوربین بعدم خدافظی کنیم بریم. نه، ما ترجیح دادیم که مستقل بازی خودمون رو پیش ببریم. از رفقای خودم درخواست میکنم اگر اجرای بنده، برنامه بنده، کاری که داریم پیش میبریم مورد توجه هست، مورد پسند دوستان هست، تمایل دارن، میخوان به ما انگیزه بدن، دوست دارن به ما اعتماد به نفس بدن، دوست دارن حس ما مثبت باشه، ولی یک ریال از ما حمایت داشته باشن. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.